با سلام دوست عزیز، از اینکه این کانال رو انتخاب کردی بسیار بسیار از این سپاسگزار هستم. لطفاً کانال را سابسکرایب کرده روی ایکون زنگ کلیک کنید و از ویدیوهای جدید ما باخبر شوید. در آینده ای نه چندان دور با ویدیوهای بسیار جالب و جذاب در خدمت شما دوستان هم. کانادا کشوری در قاره امریکای شمالی است و در زمینه کیفیت زندگی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این کشور حدود 2/5 جمعیت قاره امریکا را در خود جای داده و بعد از روسیه دومین کشور پهناور جهان است. این کشور کم جمعیت است، با وجود پهناوری فقط 36.5 میلیون نفر جمعیت دارد. کانادا از نظر ثبات اقتصادی و بازار مشاغل، امنیت، تحکیم خانواده، تحصیل و بهداشت عمومی از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است. این کشور دارای جامعه با فناوری پیشرفته و استاندارد بالای زندگی است. کانادا در بین 10 کشور اولین تولید کننده در دنیا قرار دارد. از تولیدات آن می توان به مواد غذایی، چوب، کاغذ، تولیدات فلزی، صنایع شیمیایی و نفت اشاره کرد. در ضمن کانادا یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای دنیاست. تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2018 $1.5 تریلیون بوده است. دانمارک دومین کشوری که در رده بهترین کشورها برای زندگی قرار می گیرد. دانمارک است. این کشور یکی از کشورهای اسکاندیناویایی منطقه‌ای با جزئیات خاصی تاریخی و فرهنگی در شمال اروپا است. سیاست‌های دولتی دانمارک بسیار شفاف است و توانسته کشور را از نظر سیاسی و اقتصادی با ثبات نگه دارد. سیستم درمان و بهداشت عمومی این کشور با استفاده از مالیات‌هایی که مردم می‌گیرند به بهترین شکل ممکن اداره می شود. دانمارک دارای صنایع مهمی همچون فراوری غذا، گردشگری و تولید آهن، فولاد و ماشین‌آلات است. اقتصاد کشور بر مبنای مدل انعطاف‌پذیری است که موجب می شود کسب و کارهای متعددی بدون هزینه بالا به سرعت شکل بگیرند. نرخ مالیات در دانمارک 24.5% است، اما نرخ درآمد سرانه در این کشور بالاترین نرخ در جهان است. بنابر ثبات و امنیت شغلی، درآمد کافی مردم این کشور از رفاه خوبی برخوردارند. تولید ناخالص ملی در سال 2018 $306 میلیارد بوده است. سوئد سومین کشوری که در رده بهترین کشورها برای زندگی قرار می گیرد. قلمرو پادشاهی سوئد یکی از بزرگترین کشورهای اتحادیه اروپا است. این کشور یکی از آرامترین کشورهای دنیا و از نظر کیفیت زندگی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. سوئد با وجود قدرت نظامی خود قرن‌هاست که در هیچ جنگ شرکت نکرده و همیشه به طرف باقی مانده است. این کشور به دلیل اهمیت بسیار بالایی که به حقوق بشر، خدمات عمومی می‌دهد، توانسته است در جامعه بین الملل اعتباری برای خود به دست آورد. مراقبت‌های سلامتی و درمان، همچنین تحصیل تا مقاطع دانشگاهی در این کشور رایگان است. دانمارک سیستم حمل و نقل قوی با زیرساخت‌های پیشرفته برخوردار است. وضعیت اقتصادی و مشاکل در این کشور از ثبات قابل توجه برخوردار است و مردم در رفاه زندگی می‌کنند. تولید ناخالص ملی سال 2018 سوئد $511 میلیارد بوده است. نروژ چهارمین کشوری که در رده بهترین کشورها برای زندگی قرار می‌گیرد. نروژ یکی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی است که بیشتر قلمرو آن از مناطق کوهستانی تشکیل شده است. جمعیت این کشور 5.2 میلیون نفر است. تقریبا تمام جمعیت این کشور در جنوب نروژ و اطراف پایتخت آن اسلو زندگی میکنند. نروژ کشوری است که درآمد مردم در آن بالاست. بخش خصوصی آن بسیار فعال و از امنیت بالایی برخوردار است. کشف نفت و گاز در خط ساحلی این کشور در دهه 1960 موجب شکوفایی اقتصادی این کشور شده، تا جایی که امروز این کشور به یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت دنیا تبدیل شده است. زندگی مردم نروژ با دریا گره خورده است و آنها بسیاری از نیازهای خود را از دریا تامین میکنند. یکی از بهترین سرگرمی های مردم نروژ اسکی و اسکیت است. تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2018 $370 میلیارد بوده است. بخش درمان در این کشور رایگان است و هزینه های آن از طریق دریافت مالیات تامین می شود. استرالیا
پنجمین کشوری که در رده بهترین کشورها برای زندگی قرار می گیرد. کشور مشترک المنافع استرالیا در قاره استرالیا جای گرفته است. بومیان استرالیا از 40,000 سال قبل در این منطقه زندگی می کردند. استرالیا کشور ثروتمند بوده و اقتصاد آن بر مبنای بازار است و از تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بسیار بالای برخوردار است. اقتصاد این کشور با بخش خدماتی و صادرات کالاها اداره می شود. این کشور از ثبات اقتصادی و حرفه‌ای بسیار خوبی برخوردار است و مردم در رفاه زندگی می کنند. تولید ناخالص ملی استرالیا در سال 2018 1.2 تریلیون دلار بوده است. راه اندازی کسب و کار در استرالیا بسیار راحت است و هر کس که سرمایه دارد می تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند. در واقع یکی از روش های مهاجرت به استرالیا مهاجرت از طریق سرمایه گذاری است که بیش از پیش به اقتصاد آن کمک کرده است. البته مهاجران از طریق انواع ویزای استرالیا از جمله ویزای کار نیز اقامت این کشور زیبا را دریافت می کنند. از آنجایی که این کشور به فعالیت های ورزشی اهمیت بسیار می دهند، بیشتر افراد جامعه به نوع ورزش مشغول هستند و نرخ طول عمر در زنان و مردان استرالیایی نسبت به نقاط دیگر جهان بالاست. در ضمن استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر دنیاست. تشکر دوست عزیز، ازتون سپاسگزارم که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید و کانال رو سابسکرایب کردید. منتظر ویدیوهای جالب و جذاب از کانال یگانه تیوی باشید.